هند در بحبوحه انتخابات منطقه جامو و کشمیر اقدام به برگزاری سلسله سفرهای دیپلماتیک کرده است تا وضعیت این منطقه مورد مناقشه را به صورت مثبت به جامعه بین المللی نشان دهد. وزارت امور خارجه هند از 20 دیپلمات کشورهای مختلف مانند ایالات متحده، فرانسه و آلمان دعوت کرد تا در یک سفر دو روزه که از 25 سپتامبر آغاز شده به کشمیر سفر کنند. به گزارش همکارم در این زمینه توجه فرمایید. هند در بحبوحه انتخابات منطقه جامو و کشمیر اقدام به برگزاری تورهای دیپلماتیک کرده تا وضعیت این منطقه مورد مناقشه را به صورت مثبت به جامعه بین المللی نشان دهد. وزارت امور خارجه هند از 20 دیپلماتیک کشورهای مختلف مانند ایالات متحده، فرانسه و آلمان دعوت کرد تا در یک سفر دو روزه که از 25 سپتامبر آغاز شد به کشمیر سفر کنند. به گزارش سرویس رسانه‌ای کشمیر، این اقدام با انتقادهای بسیاری مواجه شده، چرا که این شیوه را تلاشی برای ارائه تصویری نادرست از بازگشت اوضاع به حالت عادی پس از لغو وضعیت ویژه کشمیر در سال 2019 می‌دانند. منتقدان معتقدند که انتخابات هند نمی‌تواند جایگزین همه‌پرسی وعده داده شده توسط سازمان ملل باشد که سرنوشت این منطقه را تعیین می‌کند. همچنین به دلیل ادامه بازداشت هزاران نفر از جمله رهبران سیاسی، فعالان و روزنامه‌نگاران، بسیاری از کارشناسان اعتبار این انتخابات را زیر سوال بردند. آنها تأکید کردند که دیپلمات‌ها تنها آنچه که دولت هند می‌خواهد را مشاهده می‌کنند و از دسترسی به واقعیت‌های میدانی محروم می‌مانند. عدم دعوت از نمایندگان کانادا نیز مورد توجه قرار گرفته و باعث ایجاد پرسش‌هایی درباره معیارهای انتخاب دیپلمات‌های دعوت شده گردیده است. منتقدان معتقدند این سفرها مانند تلاش‌های مشابه در سال 2020 تنها با هدف ترمیم چهره هند در جامعه بین‌المللی انجام می‌شود، اما همچنان واقعیت‌های میدانی و خشونت‌های جاری در کشمیر قابل انکار نیستند.